سلام بچه ها چطور این خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه آقا توی این ویدیو قراره بهتون بگم که همستر یا تبسوابتون رو همون اول بفروشین یا اینکه نه نگه داریم به امید اینکه قیمتش بره بالاتر و بتونین سود بیشتری ازش بگیریم ببینید ما این مورد رو قبلا توی نات کوین داشتیم حالا شاید بگین نات کوین خب به همستر رو تبسواب چه ربطی داره بذارین چارت همستر رو الان بهتون نشون بدم چارتی که توی صرافی ایکسی وجود داره و همین الان داره خرید و فروش میشه من چند روز پیش ویدیوشو واسهتون قرار دادم که خودم هم استرامو فروختم ببینم کدوم ویدیو بود ببینید ایناهاش توی این ویدیو اومدم هم فروختم خلاص قراره بهتون بگم که آیا فروش شرطش داره یا نه ببینید چارت همستر رو دقت بکنید این چارتی که توی صرافی ایستی وجود داره بعد بیایم چارت نات کوین رو نگاه کنیم ببینید چارت همستر در حال حاضر دقیقا داره با همون چارت قبلی نات کوین. این پیش میره یعنی طبقه همون داره پیش میره پس امکان داره طی روزهای آینده قیمت همستر بالا بیاد چارت تبسواب هم تقریبا به همین شکل میشه الان که هیچ جای لیست نشده و خرید و فروشی انجام نمیشه اما تبساب هم که لیست بشه بعد یه مدت میبینین که چارتش همین شکلی میشه خیلی بله خب قبل از اینکه بریم سراغ کل توضیحاتمون من همینجا بهتون بگم تو این ویدیو دو تا سناریو داریم من دو تا سناریو هم واسهتون توضیح میدم که حالا هر جور خودتون راحت بودین بتونین تصمیم بگیرین فقط مثل همیشه ما توی این ویدیو گره کشی داریم توی همه ویدیوهامون اگه میخواین توی گره کشی شرکت بکنین اول از همه باید کانال رو سابسکرایب کنین ویدیو رو لایک بکنین و هر چند تا که دلتون خواست راجبه همستر کمبت کامنت بذارین کامنت هایی که دارای کلمه همستر کمبت باشه مثلا همستر کنبت خیلی خوبه همستر کمبت خیلی بده یه گره کشی شرکت داده میشه جایزم سی درصد از درآمد همین ویدیوی که واسطون واریز میشه اوکی دوستان بریم سراغ آموزشمون ببینید من فعلا با چارت همستر کار ندارم میام چارت نات کوین رو باز کنم یه سری توضیحات تو چارت نات کوین بدم بهتون ببینید زمانی که نات کوین لیست شد و خرید و فروشش آزاد شد توی یک هندل اولش اومد از قیمت 6000 سنت استارت زد و قیمتش رفت بالا ببینید قیمتش تقریبا تا چهار سنت هم رسید خب تا چهار سنت رسید خیلی ها توی همین چهار سنت تونستن بفروشن ولی افراد زیادی نبودن خیلی آدمای کمی تونستن توی این قیمت بفروشن بعد دوباره قیمت افت کرد همه اینا توی چهار ساعت اتفاق افتادا البته چهار ساعت هم نه. شاید در عرض نیم ساعت این اتفاق افتاد اما به هر حال این یه کندل چهار ساعت است بعد قیمت اومد تثبیت شد روی 600 سنت و تقریبا توی همون قیمت موند خب حجم زیادی از کاربرا اومدن هاشون و توی همین قیمت پیش یا هفتصدم سنت فروختند که قیمت بدی هم نبود بعد اون یواش یواش نات کوین شروع کرد به ریزش قیمت ببینید اینجا جاییه که اوج فروش داشت شکل می گرفت خیلی از افرادی که ناتکوین کوین داشتن دیگه گفتن آقا قیمتش قراره بیاد پایین دیگه پس بفروشیمش نیازی نیست نگرداریم نگرداریم ضرر می کنیم اما همونطور که میبینین بعد از چند روز سود نات کوین شروع شد ببینید از همینجا یه استارتی زد کم کم سود نات کوین شروع شد و دوباره تونست تقریبا به قیمت 3 سنت برسه دوباره خیلی از افراد اینجا فروختن خیلی هنوز نگر داشتن به امید اینکه سود بیشتری بتونن کسب کنن و قیمت نات کوین بالاتر بره که طبق پیش بینی ها 100 درصد قیمت نات کوین بالاتر میره چرا چون زمانی که همستر لیست بشه یا تب لیست بشه با توجه به اینکه دوتاشون روی شبکه تونکوین قرار دارن خیلی از افراد توکناشون رو میفروشن و پولشون وارد ارز تون یا نات کوین میکنن پس امکان بالا رفتن قیمت خیلی زیاده حالا ما راجع به نات کوین قرار نیست صحبت کنیم فقط اینو خواستم بگم که امکان بالا رفتن قیمتش خیلی زیاده خب الان اگه بیایم چارت همستر رو نگاه کنیم میبینیم که همستر توی همین یه دونه صرافی که استارت خورده صرافی ایکستی دقیقا داره همون روند رو طی میکنه ببینید قیمت اومده مثلا روی همین پنج سنت باز شده تا یک دلار رفته بالا دوباره از یک دلار اومده پایین باز هم به همون صورت داره مسیرش رو طی میکنه ببینید یه ریزشی داشته دقیقا مثل همون تیکه نات کوین و اومده یه سودی شروع کرده که الان تازه اوایل سودشه البته من سیگنال خرید و فروش نمیدم ما میگم کلا روند شبیه روند نات کوینه خب حالا همستر و تب سواب چند روز دیگه لیست میشن و قابل فروش میشن ببینید اینجا ما دو تا سناریو داریم یا اینکه همستر و تب سواب میان فروششون رو به صورت درصدی آزاد میکنن میگن که آقا مثلا هر کی میتونه فقط ماهی ده درصد از توکنشو بفروشه مثلا یکی که یک میلیون تومن بهش رسیده فقط میتونه ماهی صد هزار تومنشو بفروشه ما از این ایردراپ ها زیاد داشتیم ما ایردراپ جاهایی بودن که فقط ده درصد 15 درصد به صورت ماهیانه اجازه میدادن بفروشی خب حالا اگه به صورت درصدی بخواد بیاد بفروشه ببینید در هر ماه ما یه فشار فروشی داریم ولی این فشار فروش اونقدر پایینه که اجازه نمیده قیمت خیلی افت بکنه و سرمایه دارا میان همون ده درصدای شما رو میخرن و توی این توکنا سرمایه گذاری میکنن پس ریزش قیمت به اون صورت انجام نمیشه ولی خب اگه بخواین منتظر سودش باشین سودش هم دیر انجام میشه چرا؟ چون کسایی که خب نهنگن سرمایه دارن اینا میخوان کل توکنا رو جمع کنن بعد قیمت رو ببرن بالا پس امکان داره چندین طول بکشه تا قیمت بره بالا سناریوی دوم که به صورت معمول اتفاق میفته مثل نات کوین همون اول کل توکن ها آزاد میشه و شما میان کل توکن هاتون رو میفروشین و همینطور خیلی از افراد میفروشند ببینید توی این مورد قیمت ریزش پیدا میکنه دقیقا همون اتفاقی که واسه نات کوین افتاد ببینید قیمت میریزه پایین ولی خب امکان داره ببینید به صورت 100 صد درصدی نمیگم امکان داره مثل نات کوین یه سری از افراد بیان این توکن رو بخرن و قیمتش رو ببرن بالا حالا این سود قیمتی با اخبار دیگه ای هم همراه بود مثلا توی همین زمان این مالک تلگرام برگشت پستی قرار داد توی توییترش بود توی تلگرامش نمیدونم گفتش قیمت نات کوین بالاتر از این حرف هاست. تا زمانی که نات کوین به فلان قیمت نرسه من خودم نمیفروشم از همین جا بود که خیلی وارد این توکن شدن و شروع کردن به سرمایه گذاری و خلاصه قیمت این ارز رفت بالا حالا ما همون سناریو رو میتونیم با سه و هم استرم داشته باشیم همونطور که میدونین مالک تلگرام دو روز پیش اومد راجب به هم یه پست قرار داد گفتش که توکن خوبیه بدون تبلیغ تونستن پنجاه میلیون کاربر جمع کنن و خلاصه من ازش حمایت میکنم و از این صحبت ها پس ببینید سیگنال بالا بردن قیمت تبسواب هم صادر کرده ولی خب همون اوایل فشار فروش باعث میشه که قیمت بیاد پایین حالا شما دوتا راه دارین که به انتخاب خودتون من هیچ پیشنهادی نمیدم بهتون چون امکان داره قیمتش بره بالا امکان داره قیمتش بیاد پایین شما میتونین همون دقیقه اول بفروشین اگه میخواین همون دقیقه اول توکنتونو رو بفروشین پس سعی کنین حتما ارز تونکوین رو داشته باشین توی کیپرتون یا توی کیف پول مایتون بدت چون زمانی که بخواین ارزتون جابجا کنین کارمزد شبکه ازتون کم میکنه دیگه پس ارز تون کوین در حد دو سه تون کوین داشته باشین پس این راه اولتونه که بیاین همون دقیقه اول بفروشین ولی نه میتونین نگر داریم به امید اینکه قیمتش بیاد بالاتر حالا من راجع به این مورد صحبت نمی کنم که بخواین نگر دارین یا بخواین بفروشین این دیگه تصمیم گیریش با خودتونه چون امکان داره قیمت توکن بیاد بالا امکان داره قیمت توکن ان ماه طول بکشه سودش شروع بشه خلاصه حالا اگه پول لازمین باید همون دقایق اول بفروشین چون بعدش قیمت توکن میاد پایین تر ولی اگه دقایق اولم هم نفروختین حداقل تا یه ماه آینده نباید انتظار داشته باشین که قیمت رشد عجیبی داشته باشه شاید فردا پس فرداش رشد بکنه ولی دیگه اون شانسیه خیلی روی تحلیل نمیشه حساب کرد تو این مورد خیلی خب دوستان این از موردی بود که میخواستم توی این ویدیو راجبش صحبت بکنم بریم سراغ قوره کشی این ویدیومون و ببینیم برنده این ویدیو کیه ببینید توی این ویدیو ما قراره بیایم از این ویدیو گره کشیو انجام بدیم خیلی خب من میام لینک ویدیو رو کپی میکنم وارد این سایت میشم سایت رو یه رفرش انجام بدم لینک ویدیو رو وارد میکنم خب روی گزینه فچ کلیک میکنم و کیبورد فیلتر رو میذارم روی کلمه همستر گنبد روی گزینه کانتینیو کلیک میکنم چون قرار کامنت هایی شمرده بشه که دارای کلمه همستر کنبت بودن دیگه روی گزینه کانتینیو کلیک میکنم و شروع میکنه به شمردن کامنت ها خیلی خب کامنتار شمرد فقط قبل از اینکه برندمون انتخاب کنیم من بازم بگم کسایی که میخوان توی ویدیو بعدی توی گروه کشی شرکت داده بشن اول از همه باید کانال رو سابسکرایب کنن ویدیو رو باید لایک بکنن و هر چند تا که دلشون خواست راجع به همستر بعد کامنت بذارن هر چقدر تعداد کامنت هاتون بیشتر باشه شانستون توی گره کشی بالاتره خیلی خب و در نهایت آخرین نکته رو بهتون بگم ببینید بعضیا تعداد زیادی نیستن آس سه چهار نفرن بعد از اینکه من برنده رو معرفی میکنم میان اسم اکانتشون و عکس اکانتشون و شبیه اون نفر برنده میذارن ببینید دوستان من آیدی شخص رو میبینم به عنوان مثال الان دیگه برنده مشخص شد نمیدونم خانوم یاسی هن یا همینطوری اسمشون وای اس آیه خلاصه کامنت قرار دادن برنده این ویدیو هم هستن ولی افرادی که میان این کار رو انجام میدن اسمشون رو تغییر میدن من دارم آیدی طرف رو میبینم پس خواهشان این کار انجام ندین چون واقعا سودی نداره واسه تون خیلی خوب دوستان اینم از برنده این ویدیو فقط خانم یاسی یا اگه آقاین چون اسمتونم درست ننوشته بودین اگه این ویدیو رو دیدین لطف کنین آدرس کیف پول ترونتون رو کپی کنین و زیر همون کامنتتون ارسال کنین من نهایتا تا فردا شب میام کامنتتون رو چک میکنم اگه آدرس کیف پول ترونتون رو قرار داده باشین واریزی و انجام میدم اوکی دوستان دیگه صحبتی باقی نمونده ممنون که تا اینجا با ما بودین روزتون خوش خدا نگهدار